اما دنان سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم از نیویورک به ما پیوسته. آقای دنان خوش آمدید به برنامه. حسن روحانی امروز در سخنرانیش گفت که ایران آماده است که در صورت بازگشت آمریکا به برجام مذاکره درباره دیگر مسائل رو هم بپذیره. اما نخست وزیر شما از پیگیرترین مخالفان برجام و بازگشت تحریم ها بود. فکر می‌کنید تا اینجای کار این سیاست چه دستاوردی داشته؟ مثل هر سال ما شاهد هستیم که رهبری ایران میاد به نیویورک و به همه دروغ میگن و سوال واقعی که هست اینه که وقتی میرن ایران برمیگردن تهران چه کار میکنن؟ آیا اونجا باز به حمایت از تروریسم ادامه خواهند داد؟ آیا همچنان 7 میلیارد دلار در سال رو به نیروهای تروریست در منطقه صرف خرج اونها خواهند کرد؟ ما میدونیم که مردم ایران دارن به خاطر این رژیم رنج میبرند. بنابراین بحث این نیست که چی میگن، بحث اینه که باید ثابت کنن که دارن چه کار میکنن. اونا همچنان دارن ادامه میدن با برنامه موشکی خودشون، موشکی بالستیک و بحث غنی کردن اورانیوم و حمایت از تروریسم در سراسر جهان. ولی من پاسخ سوالم رو نگرفتم. سوال اینجاست که فشارهای اسرائیل و در نتیجه تصمیم آمریکا برای خروج از برجام آیا منجر به امنیت و ثبات بیشتری در خلیج فارس شده؟ شما خودتون امروز در مقاله در واشنگتن پست راجع به حملات به تأسیسات نفتی عربستان اشاره کرده بودید. من با نیات از نیات آمریکا اطلاع ندارم. برخلاف اون فکر می‌کنم که در روزهای اخیر فشارهای بیشتری، تحریم‌های بیشتری علیه بانک مرکزی ایران وضع کرده. من فکر نمی‌کنم که آمریکا قصد برداشتن تحریم‌ها رو داشته باشه. اونها می‌خوان که رژیم ایران مسیر خودش عوض کنند. وقتی که این کارو کردن اون وقت آمریکایی‌ها خواهند اومد به پای میز مذاکره، اما این اتفاق نیست که الان داره می‌افته. ولی آیا الان خاورمیانه امن‌تر از پیش از خروج آمریکا از برجامه؟ خاورمیانه امروز متحدان آمریکا از جمله اسرائیل کشورهای بیشتری هستند، میدونن که رهبری در آمریکا دارن که میتونن بهش اعتماد کنن، میدونن که میتونن با هم دیگه کار کنن علیه خصومتی که از جانب ایران میاد. بنابراین فقط بحث یهودی‌ها نیست، بحث فقط اسرائیلی‌ها نیست، تهدید متوجه هر مرد و هر حکومت میانه رو در خاورمیانه است، چه مسلمان چه یهودی. آقای دنان، اساساً چرا اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران که به گواهی سازمان‌های نظارتی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سمت بمب هسته‌ای نمی‌رفت اینقدر حساسه، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که خود اسرائیل سلاح هسته‌ای داره و حتی NPT رو هم امضا نکرده؟ رژیم ایران پیوسته دروغ میگه. ما این رو ثابت کردیم، ما مدارکی رو کسب کردیم از آرشیوی در تهران و نشون دادیم به همه جهان که ایران داشت به جهان دروغ میگفت و این کاری که همچنان دارن ادامه میدن. به جای اینکه به مردم ایران کمک کنن، دارن به سمت توانایی هسته‌ای میرن که منطقه رو و همه جهان رو بی‌ثبات خواهند کرد. وقتی شما رهبری دارین که داره تهدید میکنه که یک کشور دیگر رو نابود کنه، بنابراین بهتره که حرفش رو جدی بگیرید. نباید که ما این منتظر آینده نخواهیم شد و هر اقدامی که لازم باشه برای دفاع از اسرائیل خواهیم کرد. آقای دنان، من پاسخ سوالم رو هنوز نگرفتم. چرا اسرائیل حاضر نیست NPT رو امضا بکنه و بپذیره که نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ایش وجود داشته باشه؟ وقتی شما به این منطقه نگاه میکنید، کشورهایی دارین که مانعی برای که مهم هستن برای ثبات کشور، ثبات منطقه، برای صلح منطقه، کشورهایی هستن که در صلح به سر میبرن مثل اسرائیل، و از طرف دیگر کشورهای خشونتباری رو دارین، رژیمهای خشونتباری دارین مثل تهران، و تصور کنید که چه کار خواهند کرد اونها نیروهای مورد حمایت خودشون رو در یمن، در سوریه، در عراق، در بقیه مناطق مورد حمایت قرار خواهند داد. آیا شما میخواهید که اینها دارای قوه هسته‌ای هم باشند؟ ما این رو تحمل نخواهیم کرد. مسئله ما اون نیست. مسئله اینجاست که چرا اسرائیل به NPT نمیپیونده. من به سوال شما پاسخ دادم. شما کشورهایی دارین
که منطقه رو با ثبات میکنن مثل اسرائیل و کشورهایی دارن که منطقه رو بی ثبات میکنن مثل تهران. بنابراین شما باید از رهبران تهران بپرسید که چرا همه پولشون رو، همه تلاش خودشون رو، همه انرژی خودشون رو صرف مردم ایران نمیکنن. و الان من میخوام مستقیم با مردم ایران صحبت کنم، به شما بگم ما هیچ چیزی، ما مشکلی با شما نداریم. ما روزهایی رو به یاد میاریم که با مردم ایران در یک مسیر قدم برمی داشتیم قبل از انقلاب در ایران. ما دوستان زیادی داریم از ایرانی ها در اسرائیل، در ایالات متحده آمریکا، و روزی خواهد رسید که رژیم دیگری در ایران خواهد بود که دلسوز مردم ایران خواهد بود، و اون وقت ما دوباره با هم دیگه کار خواهیم کرد. آقای دانون، ایران به گفته سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA تحت دقیق‌ترین نظارت‌های بین‌المللی بود برنامه هسته‌ایش، و به گواه همه گزارش‌های IAEA ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌رفت. نه، نمیشه که دروغ بگیم. بذارید که به واقعیت‌ها توجه کنیم. همین چند هفته پیش ثابت شد که در همون محلی که ما در آرشیوی که ما آشکار کردیم، فاش کردیم که رد اورانیوم رو پیدا کردن. بنابراین نمیتونید بگین که ایرانی‌ها دارن همکاری میکنن، چیزی رو پنهان نمیکنن. همین چند روز پیش بود این قضیه منتشر شد درباره اورانیومی که در تهران پیدا کردن در جایی که آرشیو قرار گرفته بود. متشکرم. دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد.